با تلاش بسیار خوب و با اقدامات ارزشمند شبانه روزی و حرفه‌ای کاراگاهان مجرب پلیس آگاهی تهران، یکی از سرقت‌هایی که خب خیلی روش مانور کردن، سر صدا کردن و ما تقریبا در بد و امر هیچ گونه سرنخی از این سرقت، یعنی در روز دوشنبه وقتی که به ما اعلام شد نداشتیم، ساعت 8 صبح، و کار پلیس عملا بعد از اطلاع رسانی دوستانمون در بانک ملی شعبه خیابان انقلاب از 8 صبح روز 15 خرداد ماه شروع شد و همکاران عزیزم با تشکیل تیم‌های متعدد و با انجام اقدامات ویژه و فنی و انجام اقدامات کاراگاهی در کمتر از شاید 24 ساعت ما تقریبا به جریان سرقت پی بردیم، عناصر اصلی سرقت رو شناسایی کردیم و متوجه شدیم که چه کسانی هستن و در واقع از 24 ساعت اول به بعد کار ما برای دستگیری مجرمین و شناسایی اموال و کشف اموال مجرمین آغاز شد. این مجرمین در تهران و بعضی از شهرستان‌ها با چندین مرحله عملیات پلیسی که در بعضی‌هاش هم منجر به تیراندازی و مجروح و مظلوم شدن سارقین که در حین فرار بودند در واقع در رخ داد، میتونیم بگیم اکثر قریب به اتفاق اعضای تیم سرقت جمع آوری شدن. بخشی از این سارقین به خارج از کشور گریختن در همون روز، در واقع ابتدای شروع کار ما، شاید یکی دو ساعت قبل از اطلاع ما اینها به خارج از کشور متواری شدن که اونها هم با اقدام به موقع و سریع انترپول ما، یعنی تو این به اصطلاح عملیات انترپول فراجا سرعت بی‌نظیری رو برای اینکه در واقع اینها رو قرمز بکنه، اعلان قرمز رو از انترپول بین الملل بگیره از خودش نشون داد و بلافاصله ما با اقدام هماهنگی که با کشور و پلیس اون کشور انجام دادیم در کمترین زمان ممکن 3 تن از سارقین رو در اون کشور دستگیر کردیم که الان در اختیار ماست و در اختیار افسر رابطه پلیس ما در اون کشور است که انشالله انقریب اینها به ایران منتقل خواهند شد توسط انترپول فراجا. این که میگیم ما 13 نفر الان اعلام شد، این همه‌شون تو سرقت نبودن، اینا بعضیشون عوامل مرتبط بودن، بعضیشون فروشنده اموال مردم بودن و بعضی از اموال مردم متاسفانه فروختن، در واقع اینها بودن، یه تعدادشون اینها بودن و تیم اصلی به اصطلاح سرقت هم تقریبا در این اقدام به لطف خدا و تلاش شبانه روزی همکارانم دستگیر شد و بخش اعظمی از اموال مردم که حالا اینجا ملاحظه می‌فرمایید، الحمدلله هم از انواع و اقسام طلا، جات و زیورالات، هزاران سکه، مبالغ هنگفتی، ارز و در واقع اسکناس‌های خارجی، تماما اینها کش شده که حالا با هماهنگی که با دستگاه قضایی خواهیم کرد و با بانک مرکزی انشاءالله خواهیم کرد، اینها تحویل اون دوستان خواهند شد و در واقع از اون طریق تحویلشون خواهند شد. همینجا اعلام میکنیم به مال باختگان کسی به سمت پلیس آگاهی نیاد، چون ما یک ریال هیچ کدوم اموال رو نمیتونیم به اینا اینجا تحویل بدیم، چون اینا باید مراحلش طی بشه و تحویل بانک مرکزی بشه و از اون طریق انشاءالله به مال باخته ها تحویل داده بشه. متاسفانه به جهت عدم رعایت ابتدایی ترین اصول امنیتی، من به شما عرض بکنم، این که میگن آقا نمیدونم یه اصطلاحاتی به کار بردن، نه، شما درب بانک اگر اون پارکینگش رو ملاحظه کرده باشید، در واقع از روی همون درب رفتن بالا پریدن داخل،
تو ایام تعطیل. متاسفانه بانکی نگهبان داشته یک ماه قبل، نگهبانها رو مرخص کردن و تعطیل کردن و در واقع ملاحظات ایمنی، ملاحظات حفاظتی، به رغم این که اون بانک در واقع صندوقهای امانات مردم بوده، در واقع رعایت نشده و متاسفانه در خیلی جاها ما این رو داریم میبینیم. یعنی به نظرم میرسه که باید هزینه بیشتری و توجه و اهتمام جدیتری نسبت به مسائل ایمنی داشته باشن. در یه مرکز مالی که روزانه میلیاردها عملیات بانکی داره انجام میشه، یا حدود 1000 صندوق امانات اونجا دارن که حالا اینا تونستن 168 صندوق رو، چون عددا متفاوته، نه دقیقاً 168 صندوق رو تونستن در واقع باز بکنن و اموالش رو ببرن. حتما نیاز به یک نگهبان ویژه داریم ما برای اینجا. باید برای مسائل ایمنی، برای مسائل امنیتی در واقع هزینه بکنن. و نکته مهمتر این هستش که همین بانک رو یک ماه قبل پلیس پیشگیری میره و این موارد ضعف ها رو به ایشون گوشزد میکنه. یا بانک قبلی که در خیابان فلسطین مورد سرقت ناموفق البته قرار گرفت، تمام موارد رو پلیس میره و به رئیس بانک گوشزد میکنه و توجه نمیکنه. سارقه با اون هکرهایی که دیدونه، نه نه اصلا همش اینا به هم وصل دادن. نه ببینید، میگم اصول خیلی راحت، اینا از همون درب پارکینگ، نمیم حالا دوستان کدوم از دوستان دیدن، یه درب ساده پارکینگ از اون پریدن داخل رفتن داخل. بله سابقه دارن سارقین، سابقه زندان دارن، سابقه دستگیری دارن، سابقه سرقت بانک دارن. متاسفم فقط یه نکته اصلا این سوال نیست، ولی اون بانکی چون ثبت نمی شده تمام نقشه هاشو اگر سرچ کنی هست. متاسفانه شعبات دیگری هم داریم که ثبت ملی شده و نقشه هاش اینترنت هست. آیا پلیس راهکاری واسه این نداره که کارا هشداری بده؟ راهکار پلیس رعایت اصول حفاظتی و مراقبتی است که ما تذکر دادیم، ما رفتیم و تذکر دادیم به اینا و رعایت نکردن و اون عیوب رو برطرف نکردن. ما نمیدونیم، چون ببینید به نظر من یکی از عیبهام همینه که اگر من مثلا یه صندوق اماناتی رو در یه بانکی میگیرم، باید حداقل این اموال من که در اونجا نگهداری میشه حداقل در یه جایی محرمانه با رعایت اون طبقه بندی و اطلاعات فرد شخصی افراد باید لحاظ بشه. این نبوده. الانم بانک ملی خودش داره پیگیری میکنه و تقریبا بر اساس خود اظهاری مال باخته ها و اونایی که صندوق امانات داشتن باید عدد بگن. پلیس از این اطلاعی نداره. متهمین اصلی سابقه داره، سابقه سرقت، حتی سرقت بانک، حتی سرقت بانک. فرض ظاهرن اینا با سرقت بانک قبلی هم در ارتباط بودن، درسته؟ بله. در اولین خبری که پلیس منتشر کرد گفت به بعضی از کارکنان بانک سوء زن داشته. خیر، کارکنان بانک تا این لحظه هیچ کدومشون، حتی ما مظنونم نیستیم، در این موضوع هیچ دخالتی نداشتن. دو نفر بازداشت شدن به خاطر سهل‌انگاریه. یعنی دو نفری که بازداشت شدن، علت این که الان در بازداشت هستن، تو این جمع متهمینم نبودن، علتش بی‌توجهی، سهل‌انگاری و عدم انجام تکالیفی که بر عهده داشتن بوده، از جمله دیر اطلاع دادن به پلیس. چقدر زمان برده که متاسفانه ساعت طولانی تو بانک بود، بیش از 12 است. فصل یک بار تمام بانک ها بازدید میشن، یک چکلیست داره که اون چکلیست رو باید رعایت کنن، مواردی که مورد نظر پلیسی که پیشگیری میشه از وقوع جرم و در مواردی که تعلل بکنن، در واقع هم امضا از رئیس بانک میگیریم هم به مراجع قضایی اعلام میکنیم که در این مورد هم در واقع حالا در مورد بانک تجارت خیابان فلسطین مطمئن هستم در این مورد هم فکر میکنم اعلام شد. در این مورد ارتباط کلانتری بانک داشت، قطع کردن یا اصلا از اول نداشت؟ ارتباط نداشت.
نه با پلیس 110، نه با سامانه مهام، نه با کلانتری. حالا خسته نباشید. بین سوارقین افراد متخصص انبوهات کامشون هم وجود داره؟ بله بله. از کشور خارجی از مرز زمینی رفتن یا از مرز هوایی خارجی؟ بین سارقین در واقع متخصصین مختلف وجود داشتن، تخصص در هوا برش و نمیدونم در آهنگری و در کامپیوتر و در دوربین و یعنی تیم کامل بودن. بله یه نفرشون هم یکی از فروشندگان به اصطلاح الان تیمی که گرفتیم الان بازداشتن هست، نهی بردیمشون تو اینجا، یه خانم هم هست. بله دو از مرز هوایی رفتن و تقریبا یک ساعت یک ساعت و نیم قبل از اینکه به پلیس اطلاع بده رئیس بانک اونا از کشور خارج شد. دو تاشون جز عوامل است. بله یکی از سرکرده‌هاش همون است که خارج از کشور. متاسفانه تخصصشون در سرقت بانک بوده این گروه، به خصوص تیم اصلی هم در تهران و هم در بله هم در خارج از تهران بعضی از شهرستان. خانم موبایل زد از خودشون باید سوال کنید. خودشون میگن حراست به اصطلاح مرکزی به ما گفته نیاز به نگهبان نداره. یعنی در این سه چهار روزی که تعطیل بوده توی شعبه‌ای با اون عظمت با اون اهمیت حتی یک نفر نبوده، حتی یک نفر. فقط یه مبحثی که ما توی ارتباط با دانه مهندسان اومد و گفتن شاید برخی از اسناد امنیتی توی این بانک بوده تو صندوقات. اصلا و ابدا اینها فقط اصلا سند امنیتی و این صحبت ها اینها همش کذبه. 100% اموال مردم بوده، هر کسی اینجا صندوق های به اصطلاح امانات بوده که هر کسی می اومده اجاره میکرده و ماهیانه هزینهشو پرداخت میکرده. نه خیر، اموال همش هم اموال ارزشمند و طلا و جواهر و سکه و ارز و اینها بوده. من اینجا به مردم توصیه میکنم که حتما از این صندوق امانات استفاده کنن. این مورد حالا مصداقی است که بی‌توجهی کرده رئیس بانک و تا اونجا هم که من خبر دارم به رغمی که در بازداشت است عزلم شده از مسئولیتش، ولی به هر حال این مراکز مطمئن ترین مراکز برای نگهداری اموال با ارزش و ذی قیمت است. آقای بابایی هم آخری دیگه. بله. با توجه به بقایای شما یک بخش شما فرمودین که همچنان مردم توصیه میکنید که توی صندوق قطعاً توصیه رو. اما یه موضوعی خانم، با توجه به این چک لیست های فصلی که شما انجام میدید، آیا این امکان وجود داره که پلیس بخواد لیست مثلا بانک های حمل و سیف رو اعلام بکنه یا دادستانی بخواد که این کارو بکنه؟ ما دنبال خواهیم کرد که واقعا کسانی که به خصوص همین تو این بخش بانک‌ها ترک فعل داشته باشن در این رابطه واقعا با هماهنگی به اصطلاح مراجع قضایی برخورد قاطع‌تر و جدی‌تر با اینو خواهیم کرد. تلاشمون برای اینکه این ماهی رو برطرف کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات.